ایجاد کارخانه سمنت غوری ولایت بغلان گام نخست برای خودکفا شدن افغانستان است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع در مراسم گشایش بخش دوم کارخانه سمنت غوری شهر پلخمری میگویند که این کارخانه میتواند به نیازمندی افغانستان و حتی کشورهای آسیای میانه در بخش سمنت رسیدگی کند. طاهر صدیق از ولایت بغلان جزئیات میدهد. بخش دوم این کارخانه با سرمایه گذاری 27 میلیون و 600 هزار دلار امریکایی از سوی سکتور خصوصی بازسازی شد و میزان تولید آن نیز از 200 به 1200 تن در یک شبانه روز افزایش یافته است. مسئولان کارخانه سمنت غوری با آنکه موجودیت مشکلات امنیتی را یکی از عوامل کندی در فعالیت این فابریکه میدانند، اما تاکید میکنند که با ایجاد بخش سوم این کارخانه میزان تولید آن به 4000 تن در یک شبانه روز افزایش خواهد یافت. چالش های امنیتی که اکثرا مانع استخراج، انتقال سنگ گچ از معدن دودکش و عدم موافقه متخصصین خارجی جهت کار با ما، چالش های سیاسی و عدم تسلیم دی جایدادها به طور مکمل مربوط به کمپانی از جانب مقام محترم وزارت و عدم همکاری دولت در مورد این همه کار ما را بتی ساخته است. افغانستان بیشتر سمنت را از پاکستان وارد می کند، اما اتاق تجارت و صنایع میگوید که اکنون این کارخانه میتواند به نیازمندی های افغانستان و کشورهای منطقه در بخش سمنت رسیدگی کند. سمنت غوری به لطف خدا مؤلفه های تولید در اینجا طور هماهنگ شده و طور در کنار هم قرار گرفته که در هیچ جای دنیا نظیر ندارد. ما من حیث محور اداره در ولایت بغلان همکاری های لازمی را با این سکتور و سایر سکتورها کرده بودند. ما علاقه نداریم در امور داخلی کسی مداخله. کارخانه سمنت غوری در زمان شوروی سابق ایجاد شده است. این کارخانه در جریان جنگ‌های داخلی از فعالیت باز ماند و نزدیک به 4 سال پیش برای 49 سال به سکتور خصوصی سپرده شده است. کارخانه دوم سمنت غوری در حال به بهره برداری سپرده شد که گفته می شود افغانستان به گونه جدی نیازمند سمنت است و با بهره برداری این کارخانه بخش بزرگی از نیازمندی های کشور در بخش واردات سمنت برطرف خواهد شد. محمد طاهر صدیق، تلویزیون 1، کارخانه سمنت غوری، ولایت بغلان.